آیا نظریه بیگ بنگ واقعا درسته؟ با ما همراه باشید، دیویژن ساینس رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای جدید ما زنگوله پایین صفحه رو کلیک کنید. از وقتی که تلسکوپ جیمز وب این تصویر رو نشون داده، عقاید و تفکرات خیلی از افراد در مورد شروع و پایان کیهان تغییر پیدا کرده. ممکنه ما تئوری انفجار رو کامل نشناخته باشیم یا اشکالاتی داشته باشه، یا حتی ممکنه این تئوری کاملا اشتباه باشه و وجود نداشته باشه. کیهان همیشه در حال حرکت و تغییره. ما با دنبال کردن این تغییرات میتونیم ماهیت و شروع اون رو تشخیص بدیم. اما بعضی از این تغییرات ما رو گمراه کرد و قسمتی از فیزیک و نقطه شروع رو اشتباه نشون داده. بیگ بنگ یا انفجار بزرگ نظریه آغاز کیهان یه نظریه علمیه. اما آیا واقعاً آغاز جهان از انفجار بزرگ یا همون بیگ بنگ بوده؟ بر اساس این نظریه تا قبل از بیگ بنگ کیهان، فضا، زمان، ماده، انرژی و بقیه چیزایی که نمیشناسیم وجود نداشتن. از حدود 13.8 میلیارد سال پیش شروع شدن و قبل از اون هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداشته. نه ماده، نه فضا و نه زمان. اما فیزیک ما فقط میتونه شروع زمان و شکلگیری ماده رو نشون بده. اونم بعد از بیگ بنگ. بر اساس این تئوری کیهان یه اتم بوده که همه مواد و انرژی کل هستی درش وجود داشته. یه اتم بسیار کوچک که بالاترین تراکم و دمای کیهان رو داشته. دانشمندان به تازگی فهمیدن که اون یه سیاه چاله پیچیده بسیار کوچیک بوده و به دلایل نامعلوم این اتم با سرعت نور منبسط و منفجر میشه. این انفجار علاوه بر ماده، فضا و زمان این کیهان رو هم به وجود میاره. اما شاید قبل از این خودش داخل یه فضا با زمان بزرگتر بوده. این انفجار اون اتمو خورد و به ذرات بسیار سبکتر تقسیم کرده و همین باعث تورم و بزرگتر شدن کیهان شد. اون ذرات و مواد اولیه چی بودن؟ ماده و ضد ماده بودن. ماده و ضد ماده با هم برخورد می‌کردن و نابود می‌شدن و به جاش انرژی و ذرات کوچکتر و خیلی سبکتر رو به وجود می‌آوردن. جنگ ماده و ضد ماده با پیروزی ماده پایان پیدا کرد. با سرد شدن ذرات و به هم چسبیدنشون پروتون‌ها و نوترون‌ها شکل گرفتن و اولین اتم‌ها با ادغام این دو به وجود اومد. اتم هیدروژن. این اتم‌ها در کنار هم جمع شدن و توده‌های بسیار بزرگ و شکل دادن. از میون اون توده‌ها اولین ستاره‌ها به وجود اومدن. اولین نورها در فضا آزاد شدن و کیهان درخشید. این ستاره ها مدام شکل می گرفتن و نابود می شدن. در نتیجه عناصر سنگین تر شکل گرفت و هنوز ادامه داره. این یافته ها بر اساس تئوری انفجار بزرگ یا همون بیگ بنگ شکل گرفت. بر اساس این تئوری کیهان دو حالت داره. یا داره بزرگتر میشه یا به اندازه اولیه خودش برمیگرده. چند تا چیز هست که این تئوری قادر به تعریف اونها نیست. به جز چیزای جدیدی که توسط جیمز وب دیده شدن. اولین یک دست بودن و یک شکل بودن کیهانه. به نظر میاد بر اساس شواهد موجود کیهان از حوادث کوچیکتر از انفجار بزرگ باید شکل گرفته باشه. یکی از این تئوری‌ها تورم کیهانیه. این تئوری یه چیز عجیب رو نشون میده. بعضی مواقع گرانش برعکس عمل میکنه. یعنی به جای اینکه دو جسم رو به سمت هم بکشه، عامل دور شدن اونا میشه که ممکنه عامل انبساط کیهانی الان باشه. البته در تئوری انیشتین اشاره کوچیکی به این پدیده شده
که گاهی اوقات با احتمال خیلی کم گرانش برعکس عمل میکنه. در فیزیک جدید نوعی ذره تعریف شده که انرژی دافع بسیار قوی داره، یعنی برعکس جاذبه است. بنابراین شاید انفجار بزرگ در اثر این ذره ناشناخته است. چیز عجیب دیگه‌ای که این تئوری نشون میده اینه که کیهان قبل از انفجارم منظم و یک دست بوده، چیزی که بیگ بنگ رو رد میکنه. یکی از این شواهد تابش پس زمینه کیهانیه. این نقشه نشون میده با اختلاف خیلی کم کیهان تقریبا یک دسته. البته این تئوری به طور کامل بیگ بنگ رو رد نمیکنه، فقط شروع اونو متفاوت میبینه. حالا که شواهد بیشتری از عکس تلسکوپ جیمز وب به دست اومده، شاید انفجار بزرگ یا بیگ بنگ اصلا وجود نداشته. شاید کیهان ما سوراخیه که داخل یه حباب شکل گرفته. حبابی که خودش یه کیهان بسیار بسیار بزرگتره و شاید کیهانی که ما درونیم ذره ای از اون کیهان اولیه باشه. نظر شما در مورد تئوری بیگ بنگ چیه؟ نظراتتون رو برای ما کامنت کنید، ما رو لایک و سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.